خدا را شد و وجود خداوند بر این سرودهای عالی از در این لحظه میخواهیم از برادرمون جان, جان، از عزیزم جهان که دوستش دارد خیلی. از پیام خداوند و از جهان بشنویم امروز پیامی را که آماده کردیم بفرد. مرسی خواهد نسلین عزیز تشکر میکنم و درود و سلام دارم خدمت شما عزیزان آمین. همگی به حضور خداوند خوش آمدید و خوشحالیم که امروز هم خداوند با ما کار داره خواهد نصیب با این کلمات خوبی که گفت دیگه خب من نمیدونم چه بگم اما خب خدا رو شک برای این در, در همه حال باید کنیم با دیگه آمین مرسی مرسی من شما رو دوست دارم همه عزیزان رو دوست دارم فرزندان روحانی من هستن این عزیزان همگی خواهران برادران من هستن به وجود تکشیشون افتخار می کنم ملوند. و خوشحالم که امروز با هم هستیم عزیزان در کلام خدا بعضی آیات مهمه مثلا آیه تلایی یوحنا می... خب بزرگ میگه که پس بروید و یک متا 28. 28 بله 19 و 20 و یک آیه دیگه است این دعوت بزرگ دعوت بزرگ متا 11 28 میگه که بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و خسته دلان من شما را آرامی می خواهم من شما را آرامی خواهم داد دعوت میکنه ما را و ما میاییم آرامی میگیریم میگه مفت یافتهید مفت بدهید پس به ما تعلیم میده و ما را میفرسته ماموریت بزرگ میفرسته که اونهایی که زحمکش هستن اونهایی که مشکلات دارن ناراحتی ها دارن اونها را ما کمکشون بکنیم امروز میخواهیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که ایسا ایسای مسیح مشکلات را حل میکرد و ما هم باید فرزندان خدا هستیم در حل مشکلات خواهرا برادرامون و که اون کسایی که خداوند در سر راهمون میذاره کمکشون بکنیم موضوع موعظه اینه در متان نو سی و میگه دل او دل کی؟ دل ایسای مسیح به شدت برای مردم میسوخت زیرا مشکلات فراوان داشتند اون همشهری ما میگه مشکل ما مشکل نداریم خب اما همه مشکل دارن همه مشکل دارن همه ناراحتی دارن همه دلواپس پس هستن اینجا کلام خدا میگه که دل او دل عیسی مسیح به شدت برای مردم میسوخت زیرا مشکلات فراوان داشتن و نمیدانستند به کجا برون نمیدانستن میگه که همه گم شده بودن مثل گوسفند و هر کس به راه خود رفته بود و نمیدانستن به کجا بروند و از چه کسی کمک بخواهند آنها مانند گوسفندانی بی بودند، بودن بی شبان بودند. و این چیزی هست که عیسی مسیح به ما میخواد یاد بده. همه مشکل داریم همه مشکل دارن پیروزی و شادی ما در زندگی خواستن کمک از دیگران برای حل مشکلات ما بستگی داره ما نگاه کنین ایسای مسیح خداوند قادر مطلق بود همه کارها را خودش میتونست انجام بده اما چکار کرد؟ شاگردان انتخاب کرد و آنها را فرستاد دو دو فرستاد و حالا ما اومدیم به حضور خداوند خداوند به ما یاد داده اون تسلی را که از خداوند یافتیم اونو به اونهایی که نیاز دارن باید بدیم افراد پیروز کسانی هستند که مشکلات را حل می از مشکلات فرار نمی کنن. چون در مشکلات ما یتیم نیستیم عیسی مسیح گفت من روح القدس را روح مدد کننده را به شما میفرستم که با شما باشه یک وکیل خوب و حرفه مشکلات قانونی مراجع کنندگان خودشو موکل های خودشو حل میکنه یه وکیل ما اعتماد میکنیم به وکیل و پروندهمون رو به دستش میدیم و او برای ما کار میکنه نه دکترا مشکلات فیزیکی و جسمانی انسان ها را حل میکنن اما دشتر دکترامون چیه عیسی مسیحه اما دکترا را هم قرار داده بیمارستان ها را قرار داده که به ما کمک بکنن به دکترها به بیمارستان ها حکمت داده که مریضا را مداوا بکنم یک مکانیک مشکل ماشین را حل میکنه من اگر کاپوت ماشین رو بزنم بالا و سیما رو این ور ور بکنم موقعی که میخوام ببندم خب یه ده بیست تا پیچ اضافی در... میارم اما میکانیک این کار نمیکنه. نمی کنه. میکانیک مشکل ماشین رو حل میکنه و عیسی مسیح مشکلات انسان ها را حل میکنه و به ما هم یاد میده که ما هم همکاران او باشیم هزاران نفر بار سنگین گناه را بر دوش داشتند عیسی برای آنها بخشش آورد هیچ کسی نتونست بخشش بیاره جز ایسا ایسا گفت من قیامت و حیات هستم برای هزاران نفر برای میلیونها نفر بخشش ها بود هزاران نفر در روح کرسنه بودن ایسا گفت من نان حیات هستم نان حیات هستم صدها نفر بدنهای مریض داشتن مسیح میگشت و آنها را شفا میداد کلام میگه که مردم از دهات و اطرا روستاهای اطرا می اومدن و مسیح عیسی همه آنها را شفا میداد کسانی را که روح پلی در آنها بود و درگیر روح شریر بودند مسیح آنها را آزاد میکرد ایسا این مسیح زنده ما چیزی داشت که احتیاج کسان دیگر را برآورده میکرد او مشکلات آنها را چکار میکرد حل میکرد من ندیدم کلام خدا یک نفر بیاد پیش عیسی مسیح و عیسی مسیح میگه که بگه که نه این مشکلی تو خیلی بزرگه و من نمیتونم برو نه هر کس پیش ایسای مسیح اومد ایس... ایسای مسیح مشکل آنها را برطرف کرد به همین دلیل بود که هزاران نفر هر روز پیش پای او نشسته و به تعلیمات ایسا درباره قوانین زندگی مانند حیات ابدی شادی دائمی سلامتی روانی و جسمانی آزادی مالی و و و گوش میکردن و, می و همینطور عیسی به آنها یاد میداد که چطور روابط خوبی با دیگران باید داشته باشند. ایسا هر تعلیمی را که میداد مردم با اشتیاق زیادی میپذید با اشتیاق زیادی میبینیم که مردم حتی به خونه هاشون نمی که غذا بخورن و عیسی آنها را غذا هم میداد حالا غذای روحانی که میداد غذای جسمانی هم میداد به خودت مون بیاییم فکر بکنیم به خودتون بیایید فکر بکنید جهان به خودت فکر کن تو چی داری که میتوانی به کسان دیگری بدهی در چی داری چه چیزی هست که دوست داشتی انجام بدهی اگر میدانستی کسی در آن نیست من اینو میگم و کلامم میگه شما و من تصادفی در این دنیا نیومدیم خداوند زنده به دنیا آمدن شما و من نقشه کشیده بود اینو در ارمیا یک پنج میگه پس تو تصادفی نیستی من تصادفی نیستم که در دنیا هستیم خدا به دنیا آمدن شما را و منو نقشه کشیده بود در نقشه خدا هستیم آمین هست اگر آمینه دست رو بالا بکن در نقشه خدا هستیم و خداوند نقشه کش خوبی هست هللویا هر چیزی که خدا آفریده برای حل یک مشکل است و هر شخصی که خدا آفرید حل یک مشکل است حلال یک مشکل است شما میتونین حلال مشکل من باشید من میتونم حلال مشکل یک نفر دیگه باشم و و و هر کسی میتونه یه فرشته ای باشه در جلوی یک انسانی خواهرمون لیلا الان در ترکیه است سومین نفر رو امروز به ما معرفی کرد اول یه دختر سومالیایی به اسم یاسمین خب دادی. اونجا هست آشنا شدن صحبت کرده بشارت داده از سومالی عزیزان این چقدر شادی داره چقدر خوشحالی هست از سومالی یک نفر امروز قلبش رو به مسیح داد چند روز پیش خواهر عزیزی قلبش به مسیح داد و امروز پسر عزیزشون قلبش رو به مسیح داد پس اینجا لیلا در اونجا فرشته نجات آنها هست و به آنها کمک کرده حلال مشکلات مشکل شده و من و شما و من و شما خداوند یک رابطه آشگانه میخواد از خلقت خودش م. از خلقت من و شما از خلقت آدم و هوا وقتی که آدم و آفری آدم تنها بود پس خدا هوا را آفری اینطوره که آفرینش به هم وصل میشه م. آفرینش به هم وصل میشه ما باید به هم دیگه کمک بکنیم بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چوزوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نهند آدمی پس خداوند چون ما را انسان ها را به شکل خودش آفریده و روح خودش رو در ما دمیده ما هم باید خداگونه رفتار بکنیم خدا محبت خودش رو نشون و ما هم باید محبت خودمون رو به انسان ها نشون بدیم کار من کار شما و کار یک شخص یک مسئولیتی است از جانب خدا خدمت ما کار ما در اداره کار میکنیم در مدرسه کار میکنیم در خونمون کار میکنیم خلاصه یک مسئولیتی است از جانب خدا یک وکیل عرض کردم نسبت به موکل خودش مسئوله یک زن نسبت به شوهر خود و یک مرد نسبت به همسر خود مسئوله پدر و مادر نسبت به بچه های خودشون مسئول هستند کارگر و کارمند نسبت به رئیس خود کارفرمای خود مسئوله و ما مسئولیت داریم در حضور خدای زنده که مثل او چکار بکنیم محبت بکنیم در غلاطیان شیشتو میگه در مشکلات و مسائل یکدیگر شریک باشید و به این وسیله شریعت مسیح را اجرا کنید دستورهای مسیح را اجرا کنید اینجا میگه در مشکلات و مسائل یکدیگر شریک باشید یه نفر میگه من در خونم رو میبندم نه هیچ رو جا میدم نه با, با هیچ رفت آمد نمی کنم آیا این مسیح گناه است؟ <applause> اگر دیدی نابینا و چا هست اگر خاموش میشینی گناه هست گناه فقط کارهای بد کردن یا برخلاف اراده خداوند انجام دادن نیست اگر میتونستیم خدمت بکنیم اگر میتونستیم محبت بکنیم نکردیم عزیزان گناه کردیم ما باید شریک باشیم من نمیتونم آی خواهر ناراحتی داره روم اونور بکنم و برم نه وقتی شریک میشیم مثلا من و وقتی که میخوایم خونه را تمیز بکنیم چکار میکنیم؟ دوتایی انجام میدیم چی میشه؟ در عرض یه ساعت تموم میشه و به هیچ کدام ما فشار وارد نمیاد اگر من این کار رو بکنم سه چهار ساعت طول میکشه و خیلی هم ناراحت میشم عرق زیاد میریدم اگر نارا... نسین جان تنهایی بکنه پدر صاحب در اومده نسین جان هم میکنم. میفته دیگه اما چون دو تایی کار میکنیم و شراکتی انجام میدیم دست همدیگه رو میگیریم میز و میخواهیم ورداریم شاید ممکنه یه نفره ورداریم اما فشار میاد به کمر اما دو نفره ور میبریم می و همدیگه رو کمک میکنیم چند روز پیش یه مقاله ای را خوندم یه کتاب فروشی در لندن بود کتاب فروش بود این مرد خیلی خوبی بوده بعدا به همه کمک میکرده و و و و و, و, این میخواد اسباب کشی بکنه جایی بوده که باید خیلی سخت بار میزده به چیز کامیون و اونجایی که میخواست پیاده بکنه اونجا هم خیلی جای بدی بوده که اسباب اساسی را چیز بکنه از مغازه قدیمیش تا مغازه جدید که میخواد اسباب کشی بکنه نزدیک دویست سی سد متر بوده دوستاش وقتی اینو می... مشتریاش وقتی اینو میشنون میان زنجیره انسان درست میکنن صف بای میسن بین مغازه قدیم و مغازه جدید دست به دست هم میدن دست به دست هم میدن تمام کتابا تمام لوازم چیزو در عرض یه ساعت تموم میشه اما اگر میخواستن کامیون بذارن یک کامیون گذاشتن دوباره از کامیون در آوردن و, و و و و چقدر طول میکشه آیا این نمونه ببین مردم دنیا این کارو میکنن نمونه خوبی نیست که ما هم دست همدیگر رو بگیریم و در مشکلات و مسائل مختلفی که پیش میان شریک باشین مردم دنیا این کار رو اما چه بهتر من و شما هم مسئولیت ما مسئولیت شما همیشه نسبت به یه شخص و یا یه جسمه ما مسئول هستیم عزیزم. مسئول هستیم کسی ایران نمیتونی در این دنیا پیدا بکنی که بیمسئولیت باشه به عنوان مثال ما نگاه میکنیم موسا نسبت به قوم اسرائیل مسئول بود نه مسئول خداوند مسئول انتخاب کرده که اما میبینیم هارون نسبت به موسا مسئول بود ببینی یک کس مسئولیت داره یک کسی دیگه مسئولیت می. مثلا من در خونم و مسئول هستم مال بچه ها اینا و من مسئول دارم برادرمون ادوارد مسئول منه جوابگو جوابگو هستم برادر ادوارد در مشکلات و ناراحتی های من به من کمک میکنه و من هم از اون که از دستم بر بیاد برای بعضی از شما ها کردم و اما برای بعضی از شما شرمنده شدم نکردم خدا منو ببخشه خب ما مسئوله همدیگر هستیم مسئولیت و خدمت ما و شما هم اینه که همیشه یک مشکل را بتوانیم حل بکنیم در کلیسا کسی بدون مسئولیت بدون خدمت باشه نقنقو خواهد بود و یواش یواش خب کلیسا را به هم خواهد زد اما مسئولیت داشته باشه در هر چیزی کوچیک بزرگ اما متاسفانه بعضی ها فقط مسئولیت بزرگ میخوان که جلو دیده بشن اون مسئولیت های کوچیک و شبان و زن شبان همیشه باید انجام بده نه مسئولیت بزرگ و کوچیک ما دا باید داشته باشیم و این خدمت رو جانانه انجام بدیم این مسئولیت رو جانانه انجام بدیم زندگی من زندگی شما حل مشکل شخص دیگری هست که در مشکل ما باید دعا بکنیم خداوندا به من نشون بده که چه کسی در مشکل که من بتونم به او کمک بکنم اون تسلی را که تو به من دادی اون تسلی را به آنها بدم اون آرامی که تو به من دادی اون آرامی را به اونا بدم اون تجربه ای که از زندگی روحانی و خودم گرفتم آنها را به اونها بدم اون خدمت هایی که به من سپردی بعضی هاشو خرابکاری کردم اونها را نه اونهایی که موفقی بوده و توسط روح خوب پیش رفته اونها را خداوند به من بگو که به کیا بدم پس بیاییم پیدا کنیم کسانی که به ما احتیاج دارند و اون چیزهایی را که میتونیم به اونها انجام بدهیم زندگی خودمون رو اطراف این مسئولیت و خدمت بنا بکنیم این مسئولیت و خدمت بنا بکنیم مسیح این کار را کرد عیسی مشکلات رو حل کرد و این یکی از اسرار او در رهبری بود مشکلات حل میکرد آقای نیگودموس رو نصف شب پیدا میکرد خانم به گل چیزو سامری را زه هوا داغو به گل داغان گرم بر سر چاه ملاقات میکرد آقای زکای بازگی رو بالای دلخت میرفت پیدا میکرد و به همشون میرسید آیا من و شما تو خونهمون نشستیم قشر لم دادیم به ما و میگیم که اونایی که مشکل دارن بیان به پیش ما مثل اینکه ما دکتر هستیم نه باید ما برویم میگه پس برویم. باید برویم پیدا بکنیم مسیح می رفت و پیدا میکرد ما باید برویم و پیدا بکنیم لیلا رفت و پیدا کرد لیلا اگر در نروژ بود نه مادر و پسر ایمان می آوردن نه اون دختر سومالیایی هست باید برویم پیدا بکنیم و کمک بکنیم دعا ببینیم دعا میکنیم پدر آسمانی اینو تکرار بکن با خودت پدر آسمانی مم. کمک کن که من بتوانم مشکلات کسانی که نیازمند کمک هستند را حل بکنم چشمان خود را به من بده یعنی ما باید با چشمای مسیح بنگریم تا بتوانم تشخیص بدهم کسانی را که نیاز دارند و کمک کن که بدانم چطور کمکشان بکنم چطور کمکشان بکنم اما مواظب باشیم در کمک کردن از این سادگی ما سو استفاده نکنند این میدونین دیگه خیلی ها... ها آی پدرم مرده مادرم مرده همه فامیلام مرده ما جنازه ها روی زمین پول نداریم اینا رو برداریم اینا خیلی نام بعضی موقع ها میاد خب خیلی خیلی باید مواظب باشیم با هدایت خداوند با چشمای خداوند با فکر خداوند اگر بریم اون موقع خداوند در سر راهمون خواهد گذاشت متشکرم بگین متشکرم که مرا برای حل مشکلات انسان ها آفریدی در نام عیسی مسیح حالا سه تا سوال من از شما میپرسم و از خودم هم میپرسم این اواخر چه مشکلاتی بوده که با پیروزی حلشان کردی خودت جواب بده به خودت چه مشکلاتی داشتی که توسط روح خدا توسط عیسی مسیح حل کردی دومین سال چطور می توانی به نیازمندی کمک بکنی از طریق چیزهایی که یاد گرفتی ما در مسیح خیلی چیزها یاد میگیریم اما فقط اینو برای خودمون نگه میداریم مفت یافته اید مفت بدهید ما الان نیازمند خیلی داریم خدا برکتتون بده کلیسای ما کلیسای شما کلیسای زندگی تازه در همتون در کل دنیا که امروز شرکت کردید به نیاز زندانیان به قول ایماندار برادران خواهرامون رسیدگی میکنید به بچه های خیابونی رسیدگی میکنید به خواهرامون که مادرامون که به خاطر فقر مجبورند تنفروشی بکنم کمک میکنید و اینا رو کمک میکنید اما آیا کافیه؟ سومین سوال چطور میتوانی در این هفته یک کار مثبتی در زندگی کسی انجام بدهی که تو نسبت به او مسئول هستی ما نسبت به هر کسی مسئول هستیم من مسئول نسین هستم نسیم مسئول منه ما مسئول بچه هستیم ما مسئول کلیسا هستیم ما مسئول بچه های هستیم و, و و و و و و ما در پیشاهنگی اون موقعی که بودیم میگفتیم لا اگر روزی یک کار نیک انجام بده آیا واقعا اینو انجام میدیم؟ یا فقط این مسیحی شده به خاطر خودمون میخوایم فقط خودمون رو به ملکوت ببریم یا اونهایی که هر روز در درد و رنج هستن در گناه میمیرن اونا را خداوند ما را مسئول کرده ما را برای همچی روزی نجات داده و آفریده و این حکم بزرگ و حکم اعظم رو پس بروید و باید بروید آنها را پیدا بکنیم به آنها کمک بکنیم و دستای آنها را در دستای خداوند زندهمون قرار بدهیم خداوند برکتتون بده امید دارم که از امروز منو خداوند بیدار بکنه و منو بفرسته شما را بفرسته کلیسامونو بفرسته کلیسامونو نور و نمک بگردانه کلیسامونو اعضای کلیسامون رو سفیران قرار بده خدا برکتون بده خیلی ممنون واقعا که همون طوری که شما فرمونده تمه صحبت شما که عیسی مسیح مشکلات رو حل می کرد. ما چطور که نقطه به نقطه شما فرمودین گفتین که ما هم در نقطه هایی که هستیم در جاهایی که هستیم واقعا میتونیم به خیلی ها کمک بکنیم البته این هم هست بعضی داگ... بعض ها خیلی خوبه که افرادی که انس باشن واقعا صادق باشن مشکلاتشون رو با صداقت بگن و عبا نداشته باشن از اینکه به خواهر روحانیشون یا به برادر روحانیشون این مشکلات رو دارن درز میکنن یا یه سری چیزها را قایم بکنن بگن نه دلان کس نفهمه از زندگی ولی خیلی خوبه که در کلیسا ما حتما افرادی داریم که با اونا راحت هستیم میتونیم این مشکلات رو بگیم واقعا که در نقطه هایی که هستیم هر کدوم از ما به نظر من در نقطه هایی که قرار میگیریم خیلی سخت میشه برامون پذیرفتن خیلی چیزها نمیتونیم واقعا درک بکنیم نمیتونیم همه این مشکلات رو حل کنیم خیلی خوبه ما در نقطه های مثل هارون که به قوم اسرائیل کمک کرد و موسا البته هارون هم خیلی چیز بود با موسا موسا را خیلی هدایت میکرد پس ما در زندگی زمین که به خیلی مشکلات کمک میکنیم ولی کسانی هم داشته باشیم که حادگر زندگی ما باشه ما را هم هدایت بکنن ما جوابگو باشیم ما را کمک بکنن و واقعا اینطور چیزا به نظر من در کلیسای فارسی زبان ما خیلی نه حالا مختص کلیسای ما ولی ما خیلی اینو کم داریم که با دل و جان به هم دیگه کمک کنیم شاید کمک ها نقطه های نقطه هستن که نباید کسی بفهمه اینا خیلی چیزها هستن که ما خیلی چیزها رو باید در خفا انجام بدیم به خواهری به برادری میخوایم کمک کنیم شاید ایشون نخواد مثلا کسی دیگه بفهمه خیلی خوبه که این سرشت رو داشته باشیم و خداوند کمک کنی که ما صاحب این سرشت زیبای مسیح که بود ما هم داشته باشیم مرسی خیلی ممنون تشکر